سلام دوستان امیدوارم حالتون خوب باشه برگشتیم با یک تحلیل دیگر و بررسی از اوضاع بازارها راجع به چند تا موضوع امروز میخوام صحبت بکنم یکی راجع به صحبت های آقای ترامپ در روز شنبه که در کنفرانس بیت کوین صحبت کرد ببینیم چی گفت چقدر قابل اعتماد هست چقدر حرفا مهم یا همینجوری بود و بعد از اون البته سری میزنیم به بازار هفته پیش رو یک جلسه FOMC رو پیش رو خواهیم داشت راجع به اون میخوایم صحبت بکنیم راجع به پیش بینی بازار از تغییرات نرخ بهره میخوایم صحبت بکنیم سری به تکنیکال ها بزنیم و خلاصه یک بررسی در سرد و سر بازار با هم داشته باشیم با ما, ما همراه باشین با این ویدیو خب شاید جنجالی ترین و بحث برانگیز اتفاقی که این هفته افتاد در روز شنبه 27 جولای بود که آقای ترامپ در کنفرانس 2024 بیت کوین صحبت کرد. خیلی صحبت کردن از جمله نماینده دیگه کاندید دیگر ریاست جمهوری آر صحبت کرد ولی خب طبیعتا توجه ها خیلی به سمت آقای ترامپ بود و خب بازار هم به نوبه خودش این موضوع رو نشون داد اما اول بیایم ببینیم که چه صحبتهایی کرد و حداقل چه صحبتهایش برای شخص من بردیا جالب بود شاید جالب ترین قسمتش این جملهش بود که در به SEC چرمن اشاره کرد به آقای گری گلسنر اشاره کرد که گفتش من روزی که پرزیدنت بشم روزی که در واقع رئیس جمهور بشم اولین کاری که میکنم اینه که ایشون رو از سمت ریاست SEC منعش میکنم و خب خیلی جالب بود که بعدش گفتش که من نمیدونستم انقدر که انقدر آن هستش انقدر که محبوبیت نداره بین جامعه مختلف از جمله جامعه بیت کوینر ها ولی خب قبل از اینکه حالا بخوام ادامه بدیم این موضوع رو در نظر داشته باشیم که دوستان اینا سیاست مدار هستن سیاست مدار ها کارشون خوب حرف زدنه نمیگم که آیت ترامپ به این حرفش عمل میکنه نمیگم که نمیکنه بحث آقای ترامپ هم نیست بحث هر سیاست مداری هستش و این جز خواست دنیای سیاست هستش و در تاریخ هم به نگاه کنین همینطور هستش پس بنابراین نه خیلی خوشحال بشین نه خیلی ناراحت بشین از حرفایی که میشنوید از هر سیاست مداری میگم صرفا بحث آی ترامپ نیستش ولی خب برحال جالب هستش که این نمایش رو نگاه کردن جالب هستش جمله دیگه ای که گفتش این بود که اگر خاطرتون باشه سال 2021 های ترامپ به فاکس گفته بودش که بیت کوین به نظر یک کلاهبرداری میاد و یک ارز دیگه ای هستش که صرفا میخواد در مقابل دلار میخواد با دلار رقابت بکنه و خب با, با این حرف یه جورایی اون استنس علیه بیت کوین رو گرفته بود به نظر اومد که علیه بیت کوین وایساده اما در روز گذشته روز شنبه صحبتی که ترامپ کردیم بود که نه بیت کوین هیچ در واقع آسیبی به دلار نمیرسونه تهدیدی برای دلار نیستش و اگر چیزی باشه این بسط که توی صحبت بازم دیروز اشاره کرد اگر چیزی باشه این بسط دلار باید پشتوانش حداقل بخشی از پشتوانش علاوه بر طلا بیت کوین باشه و به عنوان یک استراتژیک ریزرو یا یک ذخیره استراتژیک بهش نگاه بشه و بیت کوین هایی که الان دولت آمریکا داره و به طور بالقوه میتونه باز هم خریداری یا دریافت بکنه اما از همه مهمتر و از همه جالبتر Uh, وقتی بود که به این جمله اشاره کرد که there, there will never be a CBDC while I'm the president of the United States وقتی من رئیس جمهور آمریکا بشم هیچ CBDC وجود نخواهند داشت. شوجی به CBDC ها زیاد صحبت کردیم. Central Bank Digital Currency ها یا ارز دیجیتال دولت دولتی احتمالا اگر مدتی باشه که کانال رو دنبال بکنید میدونید که من خیلی طرفدارشون نبودم و نیستم دلایلش تقریبا واضح هستش هر کاری که اومده بیت کوین انجام بده هر ایدئولوژی و فلسفه‌ای که بیت کوین باهاش رشد کرده شکل گرفته و بزرگ شده سی, سی ها به طور دقیق 180 درجه اون طرفی هستن کاملا مخالفش هستن از پرایوسی گرفته از امنیت گرفته از قدرت داشتن به نگهداری پول خودتون گرفته هیچ کدوم از این خواص رو ندارن و یه جورایی یک در واقع گرگه هست در لباس بره و خب خو خیلی خوب بود و خیلی خوشحال کننده بود که این, این صحبت شنیده شد اما دوباره این, این جمله ممکنه صرفا یک جمله بوده باشه که مشاوران آقای ترامپ بهش گفتن که بگو واسه کوین خوبه میگم نمیگم اینطور بوده ولی اونقدر خوشحال یا ناراحت نشوید اما در کل اگر به تم و فضای صحبت های ترامپ نگاه بکنید به این سمت بود که اگر من بیام حداقل وقتی داره با بیت کوین را صحبت میکنه داره این جمله رو میگه ولی من بیام میتونید انتظار داشته باشید که صنعت کریپتو در آمریکا یه جورایی بیشتر رشد بکنه و نذاره که صنعت کریپتو مرکز صنعت کریپتو بشود جای دیگه ای بشود چین یا بشود دبی یا بشود هر کشور دیگه و خب این خیلی چیز مثبتی هست و اگر این اتفاق واقعا بیفته این تلاش ها واقعا بیفته یعنی اگر آقای ترامپ انتخاب بشه و این تلاش ها رو ببینیم در این راستا میتونیم انتظار داشته باشیم که سایر کشورهای دیگر کشورهای دیگه دنیا از چه چه کشورهای بزرگ و قدرتمند چه حتی کشورهای کوچک بیان و در این مسیر قدم بردارن که خب این طبیعتاً برای اکوسیستم بیت کوین بسیار مثبت خواهد پس این از داستان آقای ترامپ و صحبتش در کنفرانس 2024 بیت کوین در نشویل آمریکا از این به بعد میریم سراغ تحلیل و بررسی همیشگیمون از بازارها مثل همیشه از نگاهی به هفته گذشته آغاز میکنیم نمیخوام همه چی رو بخونم چیزی که خیلی مهم بود مخصوصا برای بچه‌هایی که در کانادا هستن نرخ بهره کانادا بود که برای ماه بار دوم متوالی کاهش 25 درصدی رو دید و به چهار ممایز نیم درصد رسید یک آماری داشتم میدم الان در دست زن میسام یک آماری داشتم میدم که با وجود کاهش نرخ بهره ها که تاثیر مستقیم دارد در نرخ مرگج ها یا وام های مسکن ما شاهد یک کمی کاهش قیمت خیلی خیلی کم در حد چند دهم ده درصد ولی یک کمی کاهش قیمت در خونه های خرید و فروش شده هستیم و این ممکنه خب به نظر عجیب بیاد خب کاهش نرخ بهره به این معنیه که وام گرفتن راحت تر میشه پس وقتی وام گرفتن راحت میشه قیمت ها باید بره بالا نه اینکه بیاد پایین داستان از چه قراره واقعتش اینه که موضوع بسیار بسیار, بسیار طولانی هست اما اگه بخوام خیلی خلاصه بهتون بگم این رو به خاطر داشته باشین که وام هایی که در کانادا گرفته میشه ماکسیموم پنج ساله هستش نرخی که براشون تعیین میشه پنج ساله هستش و الان داریم یه جورایی میرسیم به ته اون پنج سال بعد از اینکه وام های با نرخ بهره خیلی پایین گرفته شد و الان کسانی که خونه گرفتن مجبور هستن که وام جدید بگیرن با این نرخ بالا و خیلیشون نمیتونن این کار رو بکنن مجبور فروش هستن پس این فشار فروش از اینجا هم داره میاد ولی خب از اون طرف خریدار هم وجود داره چون که کاهش نرخ بهره احتمالا در میان مدت و بلند مدت بتونه مفید باشه ان یه ویدیو جداگانه بشه تا یک سمینار جداگانه در این موضوع داشته باشیم اما خبر هفته گذشته خبر هفته گذشته به نظر من همین تر کاهش دومین کاهش نرخ بهره برای کانادا بود و دوباره کانادا میتونه یک کیس استادی خیلی خوب باشه برای اینکه در آمریکا چه اتفاقی خواهد افتاد طبیعتا تاثیر تغییر نرخ بهره در آمریکا بسیار بزرگتر خواهد بود در کل دنیا و همچنین در کریپتو اول خب اینکه الان کانادا داریم کشوری رو داریم و نه تنها کانادا کشور دیگه هم هستن که کاهش نرخ بهره ها رو دیدیم یکی دو تا سه تا رو دیدیم و ببینیم که چه تاثیر روی اقتصادشون میذاره آیا میتونن تورم رو کماکان کنترل بکنن با این کاهش ها یا خیر خیلی جالب خواهد بود و به زودی با همین موضوع رو خواهیم دید اما اگر هفته پیش رو رو بخوایم نگاه بکنیم باز مهمترین خبر یک تعیین نرخ بهره دیگه است اما این بار از آمریکا به نظر میرسه که بازار تقریبا 100 درصد مطمئنه که تغییر نرخ بهره در این جلسه در 31 جولای نخواهیم داشت 95.9 درصد اطمینان وجود داره از بازار میگم اگه نمیدونید چه جوری عدد حساب میشه ویدیو آموزشش تو کپشن هست ولی نکته خیلی جالبی که وجود داره اینه که برای جلسه بعدی که در 18 سپتامبر خواهد بود بازار تقریبا مطمئن 100 درصد مطمئنه که کاهش خبر خواهیم داشت هنوز مطمئن نیستش که قرار 25 درصد باشه یا نیم درصد باشه اغلب میگم 25 درصد اما کاهش نرخ بهره و شروع کاهش نرخ بهره از جلسه سپتامبر به نظر از دید بازار حداقل قطعی میاد اما که مهمه برای جلسه پیش رو در هفته پیش رو تغییر نخ... نرخ بهره پیش بینی نمیشه طبیعتا یک کاهش میتونه که تاثیرات قابل توجه داشته باشه اما به نظر نمیاد که با توجه به صحبت های فد و با توجه به اعداد اعلام شده در از جلسه قبل تا الان قرار باشه که این کاهش رو این هفته با هم ببینیم تغییر برهای بیشتری در هفته پیش رو خواهیم داشت از پوند خواهیم داشت از ژاپن خواهیم داشت اما واردشون نمیشم و سعی میکنیم از این به بعد در هفته نامه ها چیزهای کمتر ولی با عمق بیشتری رو با هم بررسی بکنیم بریم سری به بقیه بازار بزنیم از آنچین گرفته تا تکنیکال ها همراه ما باشید هفته گذشته با وجود بالا و پایین هایی که داشت در نهایت تقریبا هفته مثبتی برای بیت کوین بود در روز صحبت کردن آقای ترامپ جهش رو دیدیم به سمت بالا به سمت پایین و در روز یک شنبه یک حرکت قابل توجه به سمت بالا رو دیدیم اما اگر یک کمی زومبک بکنیم و میخوام یک خط جدید رو با آشنا بکنم خطی که اینجا کشتم خط سبز رنگی که خیلی وقت پیش هم میشد کشید اگر که به نظرتون میاد که آقا این خط از کجا رو کشیدی انگار از وسط همه چی رد شده کافیه که نمودار رو به خطی تغییر بدین که بتونین کلوزینگ ها و روزهای بسته شدن رو ببینین قیمت های بسته شدن رو ببینین و میتونین ببینین که دقیقا این سه نقطه داره به هم وصل میشه و الان هم بعد از حرکت کوچیک روز یک شنبه داریم نزدیک میشیم به این خط 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 مهمی هستش اگر که آخر هفته رو میتونستیم بالای این خط ببندیم بسیار بسیار بولیش بود این اتفاق اما این اتفاق نیفتاد حتی سری هم به بالای این خط نتونستیم بزنیم در چند هفته گذشته برگشتیم و این خط پایین رو تست کردیم که هفته پیش راجبش صحبت کردیم ریزش 27 درصدی رو تجربه کردیم که خیلی مثبت بود اما یک همی اوزا لرزان به نظر میرسه رفتن قیمت بالای خط سبز و بسته شدن بالای خط سبز هر چیز دیگه ای که من میخوام در یه دقیقه و سی ثانیه آینده بگم رو از بین میبره اما تا موقعی که این اتفاق نیفته اوزا لرزان به نظر میسه چرا اوضاع لرزان به نظر میسه یک خط بسیار مهم رو داریم که نتونستیم ببندیم بالاش آخر هفته هم حتی نتونستیم کار رو بکنیم فشار طبیعتا دیده میشه بازار بورس آمریکا هم وضعیتش خوب نیست از قدرت دلار داره میاد اما چیزی که برای من مهمتر هستش او هستش او میدونید که ایندیکیتوری هستش که من بسیار بسیار دوست دارم و چیزی که خیلی جالب و خیلی یک کمی نگران کننده هستش یک دایورجنس رو داریم میبینیم یک واگرایی رو داریم میبینیم بین این قله ها و این قله ها قله های بالاتر در قیمت و قله های پایین تر رو داریم میبینیم در OBV من معمولا خیلی دوست ندارم دوبله هدن شولدرز بگردم اما ممکنه بچه ها اینجا رو به عنوان یک هدن شولدرز یا الگوی سر و شانه هم ببینن ولی مهم نیست چیزی که برای من مهمه این واگرایی هستش که اینجا اتفاق افتاده و عدم توانایی قیمت برای بستن بالای خط سبز رنگ این دوتا چیزایی که کمی نگران کننده هستن اگه قیمت بالای خط سبز بسته بشه تقریبا همه نگرانی ها با هم به کنار بید. اما سریم به دنیای آنچین بزنیم ببینیم اونجا اوزا از چه قرار هستش از اوپن اینترست اگر شروع بکنیم و فاندینگ ریت رو نگاه بکنیم اوپن اینترست فاندینگ ریت جفتشون در حال افزایش اصلا اوپن اینترست به طرز قابل توجهی افزایش پیدا کرده همچنین فاندینگ ریت سبز قدرتمند و بزرگ هستش که نشان میده که مقدار قابل توجهی لورج مثبت پوزیشن لانگر لورج داره مثبت وارد بازار هست و, و این میتونه یک نشانه دیگری باشد بر تزلزل بازار البته Uh, یادآوری میکنم که در بول مارکت های بیت کوین وقتی قدرت میگیره قیمت ها شروع برکت میکنه ما میتونیم مدت های زیاد اوپن اینترست بالا و لورج uh, بالا رو شاهد لورج مثبت زیاد رو شاهد باشیم بدون اینکه ریزش قابل توجهی قبلش اتفاق بیفته به جز اون ریزش 20 تا 30 درصدی ها ولی خب اینا در یک بازار معمولی اصلا در یک وکیوم اگر بخوایم به این نشانه ها نگاه بکنیم نشانه خوبی نیستش و اگر به لیکویدیشن لول ها نگاه بکنیم میتونیم ببینیم که در طی این هفته اون لیکویدیشن لول 69, 69 رو تقریبا شکستیم و تونستیم بازار ابزوربش کرد بازار جذبش کرد و الان لیکویدیشن لولی که باقی مونده در 63000 دلار هستش که بخش قابل توجهی از اون اوپن اینترست و فانی ریتی که داریم میبینیم از اینجا میاد اما اگر روی خود چین رو بخوایم نگاه بکنیم شورت مودرس و پیار رو داریم که میتونیم ببینیم خیلی ایندیکیتور خیلی آرومتری هستش خیلی آروم تر از بقیه رفتار میکنه ولی خب میتونیم ببینیم که بالای یک خودش رو نگه داشته کماکان استیبلایزیشن نمیبینیم تثبیت داریم نمیبینیم اگر که روی خط یک بتونه یک تثبیتی بده ای ممکنه این ممکنه چندین هفته طول بکشه تا رو شاهد باشیم ولی خب این کار رو بکنه میتونیم به این نگاه بکنیم که خب شاید واقعا این رنجی که خیلی وقت توش هستیم از مارچ 2024 داخلش هستیم شاید بشه گفت که این رنج به پایان رسیده اما هنوز همچین چیزی در شورت مدل سوپیار دیده نمیشه یک کمی تایم رایزن بیشتر نیاز داره و با هم حتما دنبالش خواهیم کرد اگر راجع به این موضوعات آنچین بیشتر میخوایم بدونید دوره آموزش آنچین گنج رو حتما حتما از دست ندید بسیار ممنونم که تا به اینجای داستان همراه ما بودین امیدوارم که هفته خوش و سلامت و پرسود داشته باشین و به زودی میبینمتون تا دیداری بعد خدا نگهدارتون باشین